فقط خبرها. تلاش تازه برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران در شورای امنیت. آمریکا پیشنویس قطعنامه را به امید جلب توافق اعضا تغییر داد. کرونا عامل شدیدترین رکود اقتصادی تاریخ بریتانیا. از لبنان تا نیوزیلند افزایش ناگهانی مبتلایان به نگرانی ها دامن زد. قابلیت جدید توییتر برای کاهش آزار کاربران. پاسخ دهندگان به توییت ها را میتوان محدود کرد. و جلوه دیگر از خلاقیت در دوران کرونا، طراحی ماسک های جذاب با استفاده از وسایل تزیینی و اسباب بازی. سلام، از بخیر، خوش اومدید به یک بخش خبری دیگر از تلویزیون فارسی بی بی سی. آمریکا متن پیشنویس تمدید تحریم تسلیحاتی ایران رو تغییر داده تا کشورهای بیشتری در شورای امنیت سازمان ملل متحد به اون رأی مثبت بدن. با لغو این تحریم تا حدود دو ماه دیگر ایران میتواند اسلحه بخرد و بفروشد. آمریکا که ایران را بزرگترین کشور حامی تروریسم میخواند در تلاش است تا تحریم‌های تسلیحاتی ایران را تمدید کند، اما ایران میگوید که این تلاش به نتیجه نخواهد رسید. پیش از همکارم سام فرزانه پرسیدم تغییرات در متن پیشنویس چه چیزی را نشان می‌دهد. شاید بهترین راه برای توصیف اینکه چقدر تغییر دادن آمریکایی‌ها در متن این پیشنویس همین بس باشه که بگیم که از 35 پاراگرافی که پیشنویس اولیه داشت و در بیش از 7 صفحه حدوداً بود، الان تبدیل شده به 4 پاراگراف و آمریکایی‌ها امیدوار هستن با زدن از حشو زوایدی که پیشنویس اولیه داشت بتونن کشورهای بیشتری رو از اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد متقاعد بکنن تا با اونها همصدا بشن و رأی بدن به این پیشنویس و قطعنامه رو تصویب بکنن. دو تا چیز رو ما میدونیم که الان عوض شده. یکی این که آمریکایی‌ها امیدوار بودن که بتونن توی این قطعنامه یک بندی رو بگذارن که اعضای سازمان، در واقع کشورهای عضو سازمان ملل، اینها هر وقت که کشتی از جانب ایران میاد یا به سمت ایران داره میره و اگر این کشورها در محدوده خودشون احساس میکنن که این کشتی ممکنه باری داشته باشه که از مثلا چیزایی توی اون بار هست که ممنوع فرستادنشون به ایران یا صادر شدنشون از ایران، اون کشتی رو بگردن و بتونن تفحص بکنن. این بند برداشته شده. همینطور یک بندی که در واقع بندهایی که ایران رو متهم میکرد و محکوم میکرد بابت حملاتی که مثلا در عربستان انجام شده بود، در پایگاه نظامی در کرکوک انجام شده بود، در عراق در شهر بغداد و به سمت سفارت ایالات متحده انجام شده بود، این در واقع محکومیت ها رو هم از اونجا برداشتند. ولی خب به نظر میرسه که دارن تلاش میکنن آمریکایی‌ها که اون 9 رأی لازم رو داشته باشن. شورای امنیت سازمان ملل متحد 15 عضو داره، 5 تای اونها دائم هستن، 10 تا کشورایی هستن که به نوبت عوض میشه عضویتشون و 9 رأی آمریکا لازم داره برای اینکه بتونه تصویب بکنه اون پیشنویس رو و مثل اینکه حالا آمریکا داره سعی میکنه به اون 9 رأی برسه تا اینکه هدفشون اینه که بتونن که چین و روسیه رو در موقعیتی قرار بدن که با وتو کردنشون جلوی این قطعنامه رو بگیرن که در نهایت اون موقع آمریکایی‌ها میخوان بتونن با توسل به ماشه، در به مکانیزم ماشه، بتونن همه تحریم ها رو برگردونن و بگن که ایران به موادی که در برجام امضا کرده بود پایبند نبوده و میخوان که همه تحریم ها برگرده. هرچند که حالا روسیه و چین میگن که آمریکا وقتی که خارج شده از برجام دیگه حق چنین کاری رو نداره. سام فرزانه بود، همکارمون از واشنگتن. اما چند خبر کوتاه از ایران. مجلس ایران به وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت رأی اعتماد نداد. حسن روحانی رئیس جمهوری در این جلسه حاضر نشده بود و اسحاق جهانگیری معاون اولش را فرستاده بود. مجلس در حالی به حسین مدرس خیابانی رأی اعتماد نداد که منتقدان از آقای روحانی به خاطر تعلل در معرفی وزیر برای این وزارتخانه بزرگ انتقاد کرده بودند. آنها میگویند بلا تکلیفی باعث سردرگمی صادرکنندگان
و وارد کنندگان شده. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفته با توجه به پایان مهلت 3 ماهه سرپرستی این وزارتخانه، دولت یا باید یک وزیر پیشنهادی جدید به مجلس معرفی کند یا برای تعیین سرپرست جدید از رهبر حکم حکومتی بگیرد. وزارت بهداشت ایران میگوید دست کم 188 نفر طی شبانه روز گذشته جان خود را در اثر ابتلا به کرونا از دست دادند. همچنین در شبانه روز گذشته 2510 مورد جدید ابتلا به کووید 19 شناسایی شده. آمار رسمی تلفات ناشی از کرونا در ایران به حدود 19000 نفر رسیده. 15 استان همچنان در وضعیت قرمز هستند. پس از اظهار نظرهای مقام‌های گوناگون در ایران و اطلاع‌رسانی ضد و نقیض در مورد تاریخ برگزاری کنکور سراسری، دیروز ستاد ملی مبارزه با کرونا اعلام کرد که کنکور به تعویق نمی‌افتد و در تاریخ مقرر برگزار می‌شود. وزارتخانه‌های علوم و بهداشت می‌خواستند برگزاری آزمون سراسری تا آمادگی برای اجرای دقیق پروتکل‌های بهداشتی 1 ماه عقب بیفتد. پویا قربانی همکارم از لندن با ماست. پویا، خیلی ها گیج شدن عملا حالا این خبر جدید که دیروز اعلام شد که قرار برگزار بشه، کمی بهمون بگو که مقام ها چی میگن. مجید، اعلامیه ستاد ملی مبارزه با کرونا در ایران که اعلام کرد که کنکور سر موعدش برگزار میشه، در حقیقت وسط این اخبار داغ که بعضیشون امیدوار کننده بودن برای گروهی که خواستار تعویق بودن، مثل یک آب سرد بود. ما میدونیم که داوطلبان به اندازه کافی برای این امتحانی که در چند ساعت برگزار میشه و ممکنه نتیجه چندین سال آیندهش رو روی زندگی داوطلبان بذاره، به اندازه کافی اضطراب داشتن. این موضوع واکنش های گسترده رو در مجلس ایران امروز به همراه داشته، جایی که روحانی در جلسه دفاع از وزیری که به عنوان برای وزارتخانه سمت پیشنهاد کرده بود حضور نداشت و در جواب پرسش نماینده ها آقای قالیباف امروز در مجلس گفته که بنابر توصیه ستاد مبارزه با کرونا آقای روحانی در جلسه امروز حضور نداشته. این فرصت مغتنمی رو به اون دسته از نماینده های مخالف دولت داد که دوباره انتقادهاشون رو از دولت و شخص روحانی از سر بگیرن. علیرضا سلیمی نماینده مجلس گفته که مگر خون حسن روحانی از داوطلبان کنکور رنگین تره که اون به خاطر این توصیه حضور پیدا نمیکنه در مجلس، اما به خاطر توصیه همین ستاد داوطلبا قراره که در جلسه ای که مشخص نیست چقدر ممکنه و در حقیقت توانایی ها و بسترهای مناسبش برای اجرای پروتکل های بهداشتی درش فراهمه حضور پیدا کنن. و پویا، اگه خیلی سریع هم بهمون بگی کاربرا و کنکوری ها چه گفتن؟ کنکوری ها ببین در چند روز گذشته هشتگ های مختلفی استفاده کردن، دست به دامن قالیباف و رئیسی، رئیس قوه قضاییه شدن. نماینده های مجلس همین رو شاید یکیشون به وضوح گفته که شاید همین درخواست کمک کاربرا از نهادهای دیگه باعث شده که دولت، البته این زعم ایشون هست، به تعویق نندازه. بسیاری من دیدم توییت های انگلیسی کردن، حتی به نوعی شکوایه کردن که جهان هم صداشون رو بشنوه، اما از اون طرف گفتن که ایران جز معدود کشورهایی هستش که هنوز کنکور به این شکل سنتی در اون برگزار میشه. و کسای دیگه هم بودن که از این پرسیدن که خب اصلا کنکور هیچی، آیا قرار ترم مهر ماه در دانشگاه برگزار بشه؟ در اون صورت کلاس ها به چه صورت هست و خوابگاه ها وضعیتشون چطور هست؟ سوال های بسیار زیادی مطرحه و ما میدونیم که در چند روز آینده که به کنکور مونده ممکنه خیلی از اونها جواب سوالشون پیدا نکنه. ممنونم ازت پویا. پویا قربانی همکارم از لندن. با گذشت نزدیک به 1 ماه از لغو بسیاری از محدودیت‌های مرتبط با کرونا در بریتانیا، این کشور رسماً اعلام کرده که برای اولین بار بعد از 11 سال دچار رکود اقتصادی شده. در همین حال آمار بعضی از کشورها در روزهای اخیر حاکی از جهش کم سابقه تعداد مبتلایان به کرونا است، از جمله در لبنان و آلمان. در نیوزیلند هم ویروس بعد از دوره طولانی دوباره سر برآورده و دولت در بزرگترین شهر این کشور قرنطینه اعلام کرده. جزئیات بیشتر در گزارش آرش مومنی. رکود اقتصادی در بریتانیا برای اولین بار در 11 سال گذشته، مقصر ویروس کرونا است. بر اساس تعریف بانک مرکزی بریتانیا، وقتی در 2 دوره 3 ماهه متوالی رشد اقتصادی منفی باشد، رسما وضعیت رکود اعلام می شود. آمار جدید حالا شوکه کننده است. در بهار امسال اقتصاد بریتانیا در مقایسه با 3 ماه قبل از آن
بیش از 20% کوچکتر شده. تمام این مدت بریتانیا در قرنطینه بوده. چند ماه پیش گفتم که دوره سختی پیش رو داریم و حالا آمار نشون میده که این دوره سخت فرا رسیده. صدها هزار نفر شغلشون رو از دست دادن و متاسفانه تعداد بیشتری هم در آینده کارشون رو از دست خواهند داد. با این حال تلاش میکنیم که هیچ کس ناامید و مستعجل نشه. شرایط در بعضی نقاط دیگر جهان هم چندان امیدوار کننده نیست. در لبنان که از هفته گذشته بعد از انفجاری مهیب در بیروت شاهد تجمع معترضان در خیابان‌ها بوده، حالا ناگهان اعلام شده که در یک روز 309 بیمار مبتلا به کرونا شناسایی شدند. بالاترین آمار از زمان شروع اپیدمی در این کشور. در نیوزیلند بعد از 102 روز که هیچ اثری از سرایت کرونا در این کشور نبود، ناگهان 4 بیمار در بزرگترین شهرش اوکلند شناسایی شدند. دولت اعلام کرده که شهر را قرنطینه می کند و این صحنه آشنای صف‌های طولانی مقابل فروشگاه‌ها. خیلی نگرانم. امیدوارم به خیر بگذره. خوشحالم که دولت به سرعت واکنش نشون داد. وضعیت پر استرابیه ولی میگذره. در اسپانیا با بالا رفتن دوباره آمار مبتلایان و قربانیان، خیابان‌های شهرهای توریستی دوباره خلوت شدند. مثل اینجا ماگالوف در جزیره مایورکا که به خاطر ساحلش این وقت از سال همیشه شلوغ است. و در آلمان آمار روزانه مبتلایان بزرگترین جهش را در 3 ماه گذشته داشته، با ثبت بیش از 1200 مورد ابتلا در یک روز. اما در آن سوی جهان، در چین که نقطه آغاز اپیدمی بوده، شرایط به وضعیت عادی نزدیکتر می شود. دولت چین حالا محدودیت سفر برای ساکنان 36 کشور اروپایی را لغو کرده، هرچند که مسافران باید بعد از ورود 14 روز خود را قرنطینه کنند. و کمی آنسوتر در روسیه که مدعی ساخت اولین واکسن کرونا است، با وجود انتقادها و تردیدهایی که درباره این واکسن وجود دارد، حالا از فیلیپین تا خاورمیانه مشتری‌های جدیدی برای آن پیدا شده. آرش مومنیان، بی بی سی. به میانه برنامه رسیدیم، نگاهی بکنیم به سرخط خبرهای ما امروز. در تلاش برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران، آمریکا پیشنویس قطعنامه پیشنهادیش به شورای امنیت سازمان ملل را تغییر داد. بانک مرکزی بریتانیا میگوید کرونا این کشور را وارد شدیدترین افول اقتصادی در تاریخش کرده. همزمان از لبنان تا آلمان و نیوزیلند افزایش ناگهانی مبتلایان به نگرانی‌ها دامن زده. در ادامه این برنامه، طراحی ماسک‌های جذاب با استفاده از وسایل تزئینی و اسباب بازی. با وجود اینکه 2 روز از امضای فرمان آزادی 400 زندانی جنجالی عضو طالبان از سوی رئیس جمهوری افغانستان گذشته، این روند هنوز شروع نشده. آزادی این زندانی‌ها امروز برای بار دوم به تأخیر افتاده، در حالی که حکومت اعلام کرده بود مذاکرات با طالبان تا 4 روز دیگه آغاز میشه. حالا با این تأخیر شک و شبهه‌هایی در مورد تاریخ شروع مذاکرات به میون اومده. نصیر نوا همکارم از کابل به ما پیوسته. نصیر، آیا میدونیم که دلیل این تأخیری که امروز دوباره اعلام شده چه است؟ با وجود تلاش ما برای گرفتن یک پاسخ واضح و روشن در مورد اینکه این تأخیر 2 روزه به چه دلیل هست، حکومت افغانستان هنوز رسما هیچ دلیلی را برای این تأخیر اعلام نکرده، و در حالی که در چنین شرایطی هر دو طرف، طالبان و دولت افغانستان، سعی می‌کردند همدیگر را متهم بکنند، ولی هر دو طرف به نحوی سکوت کردند. طالبان هم به سوال ما پاسخ ندادند، ولی تقریبا 1 ساعت قبل اعلامیه منتشر کردند که البته در اعلامیه هم هیچ نشانه ای از دلیل تأخیر یا نارضایتی از این تأخیر دیده نمیشه، بلکه فقط گفته شده، ادعا شده که دولت افغانستان و داعش با هم مشترکاً به همکاری هم قرار است که حمله ای علیه مطر حاملان این زندانیان در نزدیکی زندان پل چرخی راه بندازن، که البته دولت افغانستان هنوز در مورد این ادعای طالبان واکنشی نداشته. منابعی در دولت به ما گفتن که دلیل این تأخیر
آزاد نشدن یک سری از زندانیان دولت هستن که هنوز هم پیش طالبا هستن، از زندان طالبا آزاد نشدن، در حالی که اداره زندانهای کابل به ما گفته که همه چیز آماده هست و فقط منتظر دستور شورای امنیت هستن. با وجود این باز هم هیچ برنامه مشخصی، هیچ زمان مشخصی برای آزادی این زندانیان نیست، در حالی که انتظار میره تا 4 روز دیگه مذاکرات آغاز بشه. ولی خب حالا این تأخیر ممکنه باعث بشه که مذاکرات هم به تأخیر بیفته، خصوصا اینکه امروز شورای عالی مصالحه اعلام کرد که هیئت مذاکره کننده آماده هستند و فقط منتظر تعیین تاریخ مذاکرات هستند، در حالی که پیش از این طالبان گفته بودند که اگر زندانیان آزاد بشن 1 هفته بعد مذاکرات رو شروع می‌کنن، و دولت هم به نقل از طالبان گفته بود که 3 روز پس از رهایی این 400 زندانی مذاکرات در قطر آغاز خواهد شد. ولی باز هم همه چیز در ابهام به سر می‌بره، در حالی که فرمان امضا شده و توقع می‌رفت این آخرین مانع هر چه زودتر مذاکرات را در دوحه قطر رقم بزنه. ممنونم ازت نسرین نبا، همکارم از کابل با ما. جو بایدن نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا سناتور کامالا هریس رو به عنوان معاون خودش انتخاب کرده. کامالا هریس رقیب سابق آقای بایدن در انتخابات درون حزبی دموکرات ها بود. خانم هریس میگه آقای بایدن میتونه با پیروزی بر دونالد ترامپ آمریکایی ها رو متحد کنه. او اولین زن رنگین پوسته که به معاونت یک حزب عمده در انتخابات آمریکا انتخاب میشه. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 2 ماه دیگه برگزار میشه. خشایار جنیدی از واشنگتن گزارش میده. انتظار به سر رسید. جو بایدن بالاخره شریک انتخاباتی خود را معرفی کرد. کاملا هریس، سناتور دموکرات و دادستان کل پیشین کالیفرنیا. جو بایدن با اعلام این انتخاب در توییتر خانم هریس را مدافع شجاع افراد ضعیف جامعه دانست. از لحاظ تجربه سیاسی، تجربه قضایی و تجربه تقنینی ایشون بالاخره سابقه داره. دادستان کل ایالت کالیفرنیا بود که بزرگترین، نه بزرگترین از لحاظ وسعت، ولی پرجمعیت‌ترین ایالت ایالات متحده هست، مهمترین ایالت ایالات متحده هست. اما این انتخاب واکنش سری و صریح دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را به همراه داشت. یکی از دلایل تعجب من از انتخاب او این بود که رفتارش با بایدن زننده تر از سناتور وارن بود. او در مناظره‌های مقدماتی دموکرات‌ها چیزهای وحشتناکی درباره جو خوابالو بیان کرد. کاملا هریس که حقوق خوانده 56 سال پیش در کالیفرنیا به دنیا آمد. او در فاصله سال‌های 2004 تا 2016 دادستان شهر سان فرانسیسکو و سپس دادستان کل ایالت کالیفرنیا بود. کاملا هریس در سال 2017 به عنوان نماینده دموکرات به مجلس سنا راه یافت و سال گذشته نیز یکی از داوطلبان نامزدی این حزب در انتخابات ریاست جمهوری بود. اما او پیش از برگزاری رقابت‌های مقدماتی انصراف داد و در نهایت حمایتش را از نامزدی جو بایدن اعلام کرد. جو بایدن قبلاً وعده داده بود یک زن را به عنوان یار انتخاباتی خود انتخاب کند و ناآرامی‌های نژادی ماه‌های اخیر انتخاب یکی از اعضای اقلیت‌های نژادی را در اولویت قرار می‌داد. به خاطر مسئله کشته شدن آقای جورج فلوید در ایالت مینسوتا، گروه های اقلیت، علل خصوص گروه های سیاه پوست ها، بر این باور هستند که باید یک شخصی باشه که مشکلات و معضلاتی که جامعه برای اونها به وجود میاره رو درک بکنه و بتونه اونها رو به سرمنزل مقصود برسونه. کاملا هریس مانند جو بایدن بیشتر به جناح میانه رو حزب دموکرات تمایل دارد، هرچند در زمینه ی بیمه های بهداشتی در ابتدا سیاستش به برنی سندرز و طیف چپ حزب متمایل بود. سیاست های اعلام شدهش او را فردی حامی عدالت اجتماعی و مدافع حقوق زنان و اقلیت ها معرفی می کند. سناتور هریس همچنین از خروج آمریکا از برجام انتقاد کرده و خواهان برگشت به آن است، ولی همزمان خواهان اصلاح توافق هسته‌ای با هدف تشدید نظارت‌ها و منع آزمایش‌های موشک‌های بالستیک است. او همزمان بر حمایت تمام قد آمریکا از اسرائیل
در برابر ایران و حزب الله لبنان تاکید دارد. خشایار جنیدی، بی بی سی، واشنگتن. نسخه کاملتر این گزارش رو میتونید امشب در برنامه 60 دقیقه ببینید، ساعت 10 شب به وقت تهران و کابل. عراق سفر وزیر دفاع ترکیه به این کشور رو لغو کرد. این دیدار قرار بود فردا صورت بگیرد. این اقدام عراق پس از حمله پهپادی ترکیه در مرز دو کشور است که به مرگ دو افسر ارشد مرزبانی عراق منجر شد. دولت عراق همچنین سفیر ترکیه را برای اعتراض احضار کرده. ارتش عراق میگوید خودروی حامل افسران مرزبانی در شهر سرکان در شمال استان کردستان اربیل هدف حمله قرار گرفته. ترکیه در ماه‌های اخیر به شبه نظامیان کرد PKK در مناطق مرزی حمله کرده. ابراز نظری جنجالی در فیسبوک درباره پیامبر مسلمانان باعث نارامی در بنگلور در جنوب هند و کشته شدن 3 نفر شد. در این نارامی ها 60 مأمور پلیس هم مجروح شدند. این مطلب در صفحه فیسبوک یکی از نزدیکان یک سیاستمدار محلی بنگلور منتشر شده بود. پلیس برای محافظت از خانه او به تجمع کنندگان شلیک کرد. بیش از 100 نفر بازداشت شدند و در بنگلور منع رفت و آمد شبانه اعلام شده. یک طراح فرانسوی از زمان شروع قرنطینه در لندن ماسکایی با طرح‌های جالب و نو درست کرده. او برای تزیین کردن این ماسک‌ها از هر چیزی که دم دستش بوده استفاده کرده، از جمله عروسک باربی و اسباب بازی‌های پوکمان. این طراح معتقد که استفاده از ماسک‌های یک بار مصرف باعث اضطراب مردم شده و می‌خواد آمریکا هم با استفاده از ایده‌های اون ماسک‌های جذاب‌تری تولید کنه. جزئیات رو از زبان خودش بشنویم. من آن سوفی کوشاوالو هستم، طراح مد و لباس فرانسویم. از زمان شروع قرنطینه دارم ماسک‌های صورت درست می‌کنم. چیزایی که درست می‌کنم شبیه ماسک‌های معمولی نیست که همه جا پیدا بشه. از اسباب بازی یا وسایل تزئینی برای درست کردن این ماسک‌ها استفاده می‌کنم. حتی از چیزایی که قبلا در لباسام استفاده می کردم الان روی این ماسک ها می زارم. مثل باربی یا سر عروسک. من در واقع یه مجموعه بزرگ از همه چی دارم که اکثرا از پروژه های قبلی واسم مونده. راستش اولش برام بیشتر جنبه تفنن داشت، چون واقعا هیچ کاری در قرنطینه نداشتم که انجام بدم. اما کم کم مردم علاقه نشون دادن و ازم خواستن که براشون ماسک درست کنم. بعد برای رفقام درست کردم و به تدریج عده‌ای هم خواستن برای خودشون بخرن. چون درآمدی هم نداشتم، ماسک‌ها رو برای فروش گذاشتم روی وبسایت. فکر می‌کنم تا الان حدود 200 تا ماسک درست کردم. هدف من اینه که باعث شادی دیگران بشم و لبخند روی لبشون بیارم و آدما رو به هم نزدیک کنم. به خاطر شرایطی که هست مردم میترسن که شغلشون رو از دست بدن یا اینکه نتونن اجارهشون رو بدن. اما دست کم دیدن کسی که لباس خوب تنشه و یا ماسک تزیین شده زده میتونه شادشون کنه. توییتر قابلیت جدیدی اضافه کرده که به کاربران اجازه میده تعداد پاسخ دهنده ها به توییت ها رو محدود کنن. کاربران از جمله مقام ها میتونن انتخاب کنن که چه کسانی به توییتشون پاسخ بدن. توییتر میگه این گزینه امکان مکالمه بهتر رو فراهم میکنه و باعث کاهش آزار و اذیت آنلاین هم میشه. کاوه آذرهوش، پژوهشگر اینترنت از لندن، با ما هست و در این مورد بیشتر صحبت کنیم. آقای آذرهوش، میدونیم که مثلا توییتر برای بسیاری از سیاستمدارها وسیله اصلی صحبت کردن با مخاطبانشون الان شده. این امکان جدید چقدر ممکنه اونا رو تحت تاثیر قرار بده؟ ببینید، خب به هر حال سیاستمداران وقتی که انتخاب بکنن که چه کسی میتونه پاسخ بده یا نده، این یه امکانی هستش که مخاطبا میبینن. یعنی اینطوری نیستش که مخفیانه باشه این عمل، و همین الانش هم در واقع سیاستمداران این امکان رو دارن که اکانت خودشون یا صفحه خودشون رو مخفی بکنن، و این امکانات وجود داره و در واقع من فکر میکنم اونقدر تاثیر زیادی نگذاره. و در واقع شاید این بحث بیشتر باز بشه که همین الانش هم توییتر چقدر واقعا تاثیر تو گفتمان سیاسی بین سیاستمداران و مردم داره، و شاید واقعا مردم باید نگاه بکنن که دنبال راه‌های بهتری برای این باشن که تو گفتمان سیاسی تاثیر بگذارن.
یعنی عملاً اگر پیشتر این که شما میگید میتونن کاربرا این رو ببینن، پیشتر آدما میدیدن که اگر کسی بلاکشون میکرد، حالا حتی اگر وقتی که اون فرد جلوی کامنت گذاشتن یا ریپلای اجازه پاسخ دادن به اون توییت رو بگیره، اون در اون حالت هم متوجه میشن. بله، در واقع زیر همون توییت، مثلا اگه فرض کنیم یک سیاستمدار یا یک فرد معروف ریپلای هایی که زیر توییت پاسخ دادن ها رو محدود بکنه به کسایی که فقط دنبالشون میکنن، خود ایشون تعیین میکنن، این کاملا شفاف هست و همه میتونن اینو ببینن. در واقع سوالی که این توییتر این حرکت رو انجام داده به خاطر اینکه تو سالهای اخیر خیلی تحت فشار بوده که سیاستمداران، به خصوص سیاستمداران زن و یا غیر سفید پوست تو جوامع غربی تحت فشار بودن و بهشون حملات سنگینی شده و در واقع این از نگاه‌های مختلف اینا از توییتر خواستن که در مورد آزار و اذیت آنلاین کاری انجام بدن. با این کار توییتر در واقع مسئولیت رو داده به خود کسایی که صفحه کاربری دارن و خود اونها میتونن تصمیم بگیرن که رابطه خودشون با مخاطبشون رو چه شکلی میخوان تعریف بکنن. ولی این مشکل هم وجود داره که اون وقت تنوع و چند صدایی اگر وجود داشت، که شاید در بعضی موارد در مورد این هم سوال باشه، ولی اون تنوع هم گرفته میشه امکانش. بله، البته خیلی ها خب این بحث رو عنوان کردن. من در واقع چندان اعتقاد ندارم که توییتر جای مناسبیه که بحث چند صدایی رو جلو ببریم. ببینین همون فضاهای قدرت و مدارهای قدرت فضای آفلاین و فضای آنلاین هم هستش و در واقع همونقدر که سیاست گذاران میتونن در واقع تعیین کننده باشن که چه گفتمانی در فضای آفلاین انجام میگیره، در فضای آنلاین هم تا یه حدی هستن. البته یه سری استثناها هم هست که یه اتفاقای خاصی میفته، یه حرکات خاصی میفته که توییتر واقعا جو رو عوض میکنه، ولی در اکثر مواقع همون مدارهای قدرت آفلاین در فضای مجازی آنلاین هم به همون شکل تاثیرگذار هستن. ممنونم از شما، کاوه آذرهوش، کارشناس اینترنت با ما از لندن. و شما هم میتونید تازه ترین خبرها رو در همین توییتر یا اینستاگرام یا در تلگرام از بی بی سی فارسی دنبال بکنید. همینطور وبسایت ما هم هست براتون اگر میخواید تازه ترین خبرها رو اونجا ببینید. آدرس وبسایت ما هست bbcpersian.com. سری بزنید، ما سعی میکنیم که امکان ریپلای رو تا میتونیم برای شما فراهم بکنیم. نظرات خودتون رو در توییتر برای ما بنویسید، اونها رو میخونیم و برامون بسیار هم ارزشمنده. ممنون از همراهیتون در این بخش خبری. تا دقایق دیگه با خلاصه خبرها باشم. خدمتتون.